دمي پنشير است يګه د استاد زنګ مزنم غپې خو د کوټه میکنم مهرباني وکړئ السلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم وعليكم السلام آقای تو که پروگرام فوق‌العاده عالی دارین و قابل دید است براستی که هم پشتو میگین هم فارسی میگین بسیار از پروگرامتان همگی ما راضی سیم و لطفا آدرستان همیز که ما میخواییم به پروگرامتان کمک کنیم سلامت باشید بس میره با اینتان تشکر واقعا جنازم بسیار خوب موفق هستی خدا حافظ بسیار زیاد تشکر بسیار لطف کردین ابشره محترم از لطف مهربانی شما یکی به برنامه علاقه دارین و این برنامه را ببینین ما ممنون هستم خوش هستم انشاءالله تعالی ما کوشش میکنیم که در هفته آینده یک کمی چی جور کنم یک نیمه پنتری زنگ که اگر دوستا باز بتانه کمک کنه بله سلام علیکم سلام اوتکی صاحب محترم و علیکم سلام مهربانی صاحب اوتکی صاحب محترم بسیار موضوعات خوب خودت گفتی خدا شما را آرام داشته باشه خدا شما را زنده داشته باشه علی اشرف غنی که میگه که طالبا بیاین صاحب از طریق پارلمان را بگه خدا مرگم بسازن در انتخابات اشتراک کنن اینطور کنن اینطور کنن خب این گپ اشرف غنی هم صحیح هم غلط بخاطر از این صاحب که تادا پر جمهوریت در افغانستان به تقلب مانده شد حامد کرزی صاحب دوری اولش صحیح بود صاحب دوری دوم تقلب کرد حامد کرزی در 2014 اشرف غنی تقلب کرد در 2019 تقلب کرد حال کسی سر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باور نداره خیال طالب هم که بیا که خدا کاندید کنه باست این اشرف غنی پیدا میشه و کنه نفر هم تقلب بکنن حالا میره که تضمین میکنه که انتخابات ریاست جمهوری در آینده صد فیصد پاک بدون تقلب بدون فریب آرای مردم احترام گذاشته میشه همینه که تزین میبرم واقعیت هم درست بسکر مرسی با خارج تا خود مراورد زنده باشین همیشه بین خواهش میکنم سلام علیکم سلام بله سلام علیکم بله سلام علیکم بله سلام بله ما بله سلام علیکم علیکم السلام بوته کیسه سلام علیکم و علیکم سلام کم کوتا کی بوستا جوړي مهرباني سلامات وسی مهرباني او کیسه پروگرام دې شه پروگرام دې او دې شه موضوعات مطرح کړي خوښ کوم مهرباني او ما چې دې سره پاکلا او دې خان دې چې په مخ کې دې خبرې وکړم مهرباني خبره ده چې اوس د افغانستان دولت دې مسؤل دولت وايي د خلکو په مقابل کې دې ولې دا ټول پنیر باندې دي د طالبانو مخنه او د سولې مخنه نه لري کوم چې د تاسو خبره سره ورو دي درک تاسو خوش کړی دی او پیږي چې کسان یو دي دي او هغه باندې هر ورځ پنیر باندې کوي هغه هم اخر خوش کوي ممکن یو بل خوش کوي او د امریکا په شرط کې دي چې اوس خو دې ته چې لیس ورکړ شو او اول کې دي سره شریک شو تر اوسه پورې درې مختلف خبرې دي وکړي اول به چې مو خبر نه دي بیا بل ور وایي چې مو دا بندیان په یو میاشت کې نه پیدا دوه سوه درې سوه داسې خوشې کوي او په هفته کښې بیا پس وویل چې اوس حق العبدي و دا شیان دي جنګ کې حق العبدي و غیر حق العبدي نه لري اوس که دا عام خلک چې وژل شوي دي او دا تیاري بمبارد کړي دي او چا چې امر کړی دی دا هم حق العبدي دی نو دا حق العبدي خو بیا ډېور رئیسته او د دې وزیرانو ته او هغه کسان چې امر کړی دی د خلکو د وژلو په هغوی هم باید جنګ کې بانه و پنمه لطول خلق وزیل کدل دا زما پا فکر مستقیم این دولت مسئول دی جوانده واسه سلامت واسه دا زیده و خبر تلکل تشکر خبر ده چه دینه گواری سلو بکی یا دینه گواری یا دا چه کمدل است کمی جوانده واسه ما مخی عرض وکی او ده گواری چه تشکر سلو بکی تشکر مننه ما مخی عرض وکی چه خو په افغانستان کې د سولې او جګړې په حق له هم دوستان لري هم دشمنان لري په افغانستان کې ځینې کسان دي چې هغه په جنگ کې منافع لري په افغانستان کې ځینې کسان دي چې هغه په سولې کې منافع لري هغه کسان چې په سولې کې منافع لري هغه کوشش کوي سولې راولي او کسان چې په جنگ کې منافع لري هغه کوشش کوي جنگ ته دمنوي دا خبرې ستاسو د واقعیتونه دي د مخکې چې ورور وویل چې د انتخاباتو په هکله د شم د افغانستان خلک تر اوسه پورې د ډیموکراسۍ په مفهوم نه پوهېږي د دې د انتخاباتو مفهوم نه پوهېږي تر اوسه پورې که بیا هم انتخابات کېږي عین شکل بوي هغه دغلۍ بوي هغه تقلب بوي بیا بیا یو خوا مني بل خوا بیا نه مني
او بل فکر نکوم چې طالبان دي د اشرف غنی خبره ومني چې دي د انتخابات لاري څخه راګرځي داخله منلل چې اشرف غنی به 15 کال نور جمهور وي بیا 15 کال به ورسته بیا انتخابات کیږي بیا به طالبان اگډیږي به بل حکومت جوړیږي دا خبره دا فکر نکوم دا اشرف غنی خوب خیال ویني دا سیمالمیږي چې امریکا ډیر فشار راوړي دی امریکا غواړي خپل کوی د افغانستان څخه جر وباسي تاسو پوهیږئ چې په امریکا کې اقتصادي وضع اجتماعي وضع سیاسي وضع حتی امنیتي وضع ډیر خراب ده موږ تاسو په دې مملکت کې ژوند کوو امریکا هغه پخوانی امریکا نه ده دی نس کولای چې د خپل ژوند د خپل خلکو ژوند مختبوزي نن په امریکا کې یو ډیر اقتصادي بحران روان دی السلام علیکم مهرباني کوئ سر السلام علیکم سلام شما د خاطر مهرباني بله صاحب شما صحبت نمی کنین بله د میسل ټلیفون ما زنګ زدم صدای شما نه مې بخلم کایوان صاحب سین بله کایوان صاحب صدای شما د لین د شنه مې لطفا د استودیو زنګ بزنین ارش شما بله میګم صدای شما نه میشنوم خو بارتر چی انمی مشکلات تاسو انمی غپه هسته امید است که هر چی زوتر در افغانستان یک صدای واحد برای صلح وجود بیاید که همه مردم افغانستان مسئول میخه دیگه از جنگ خسته شده و دیگر ما نداریم دیگر نداریم اینمی یکانه رای صلح است خدا طالبان هم عقل بیته هوش بیته که دیگه از جنگ دست بکشه از حملاتی که بلای ملت افغانستان جریان داره امیر توقف بیته دیگه مردم از بین نروه و حکومت کسایی که در جنگ منافیش در جنگ است اونا با جنگ ادامه میتن برای صلح بانه میکنه ایران خداوند تعالی عقل و هوش بیته که هرچی زودتر درای صلح وطن ما روان شوه با اینمی ارزوی ماسته ترسو چه نور دوستان رازی آقا با هم من نمی به خبر که واردل چه در امریکا در بحرانی چاری وزیر پامپیو در افغانستان و مشرانو تا اختار رو کردی چه تاسی جرد طالبانو سر خپل خبری شروع که ترسو چه بله سلام علیکم علیکم و علیکم سلام اما من کیوان است و کرد دیگه که زنگ زده بود و نبوده ولی من یاد شروع کردم و بیشکوش وقتا نروخ شدم مذارت میخوایم تشکر میکنم که فکر میکنم این نیستی مشکلات در جهاز مسئله تکنیکی است و مهم نیستی یا پا زود به سر من یاد میرم دو آقای هوتکی شما در رابطه به همین که سنگندازی میشه در رابطه به سوال و ای درست است که اشرف غنی و یک چند نفر دیگه که از آن نمیخواد قدرت بیرون شوند سنگندازی میکنه بهانه های عجیب و غریب میتراشن و ای بخاطر از این که وقت کم است میخواه که دنگه باشه که اگر بعد از دونالد ترامپ کسی بیاید بازو از یا یک سرشان باز طالی بشینه و اینا بمانن او به جای را نمیگره و همچنان چیزی که داره در مهم و مهمتر از این که آیا همین دولت دو سره و چند سره افغانستان تا که به سوی با طالبا یا به مذاکرات بین افغانی در آیا مشکل خودشون چی هست؟ مشکل خودشون روزانو یاد شدن ایره هر با او یا نوبت با او عرفا نمیرسته بعد بختانه متاسفانه دیگری که دبعی تنظیم ها خوشبختانه هم به بندواری و به اصطلاح کشیدگی ها بسیار زیاد است که بنافع طالب تمام میشه و این زمینه های است که متاسفانه امریکا متحدینش و همه و همه دست به یکی دست به هم دادن و میخواهند که طالب ها را به روی صحنه بیارن ولی دولت جمهوری اشرف غنی تلاش میکنه که بمانه من متاسف هستم فقط میگم که اگر با صلح حل نمیشه امیدوار هستم که به زیر و شمشیر و عمو خشونت های طالب جنایتکار در از یاقی تا اینا اصلاح شوند در رابطه به اینکه دوستانشان تلاش دارن کوشش میکنن پول روان میکنن ممنون تشکر من همه ایوار اصفاز میکنم از اینا من هم حاضر هستم ولی اگر بخواهیم که یک گروه نجات دهنده یا خارج افغانستان اونا به میان بیارن در این درگیری هایی که قدرت های متخاصم بسیار نیرومند برومند در اینجا هستن اونا باز بتانن یک زعیم از خارج افغانستان تهیم کنن یک زر مشکل به نظر من میرسه ولی کمک با این برنامه شما حرف درست و حتمی است و من کوشش میکنم که در این را هم
کار باشه. تشکر باشه. بسیار لطف کردین قیام صاحب محترم، ممنون شما. شما همیشه به برنامه ما کمک کردین و امروز ما یک چیک از آقای گلبهار جان قیام به دست آوردم. قیام صاحب باز هم ممنون شما، چیک شما به ما رسید. خانه آباد، زنده باشین. دیگه هست دیگه این مسئله در افغانستان هم دوستا پریشان هسته که افغانستان وطنی ما به کدام طرف روان است، هیچ کس نمیفهمه. هر روز جنگ شدید میشه، هر روز انفجار است و انتحار است و علاوه بر این مسائل، مسائل دوزی و مسائل کشتن مردم بیگناه است. هر روز در کابل 3-4-5 نفر ترور میشه، هیچ قاتلش گرفتار نمیشه. و از طرف دیگر ما کابینه را میبینیم، حکومت میبینیم که کسایی در کابینه میایند که آدم آریان میمانند. ما امروز شنیدیم که خوارزاده عبدالله به نام مصطفی مستور که قبلا وزیر اقتصاد بود، ایرا به صفت وزیر صلح آمده. در حالی که ما شورای عالی صلح داریم، ضرورت وزارت صلح بس چیست؟ یعنی من نمیفهمم که وقتی مرد در صلح در عالی شورا پنامه سره یو عالی شورا لگو در قبل شورا منظور ندید چی شدیده جنو. بله سلام علیکم، مهربانی اوکی؟ مهربانی؟ الو؟ مهربانی اوکی سیب؟ ما غرق نره؟ بله او سیب، کوتا مهربانی اوکی خبر اوکی سیب؟ سیب در ساقب خبر کوم دا منی سوڑا آیا لپنا مهربانی بخیر راست، مهربانی اوکی ساقب سیب؟ او تاکی سیب دا یو سوال لرم را جیب دغو باندیش دا طالبانو دغا کما خوک را چی دا امریکا سره کلی دا نو ز سوال دغا لرم چی دوی سنگا امریکا سره سوله کوي او بیا د افغانستان د ملي اردو عسکر وژني وایي چې دا د دغه یعنی افغانستان یو اشغالګر اداره ده او افغانستان حکومت اشغالګر بولي او په هغوی باندې تیری کوي او مطلب هغوی زه پوه شولم پوه شوم ساقب صاحب بله موضوع مې دا ده بله موضوع می داره چی دا دا افغانستان پا دی نوی تقرری باندی دا دا والیانو چی دا خود ماوین مقرری گی بدا غا باندی که کم دا غا لره ای تصور سرم مهربانی تشکر بخشان اولم قطع میکرل است دا طالبانو او دا افغان حکومت روز پوری سوله نده کرده سوله تنا دا امریکا او دا طالبانو ترمند سویده طالبان وای چیز مش حکومت امریکا دا منزه وریده او سنه حکومت چې دی دا د امریکا لاس پوڅی دی مزدور دی نوکر دی دا کسان و چې دی د طالبانو څخه تشدیدلی و ان طالبان وای دا طالبان دی دا دی تشدیدلی و کولاب و کمزای ته امریکا را لپاره موږ عمله وکړه موږ د منځ یوړو زموږ دشمن اول امریکا ده وخت چې امریکا سره موږ سولې ته ورسیږو اوسنی حکومت بیا هیڅ شی نه دی هغه خپله موږ تعذیریږي خبرو ته ځکه هغه د امریکا په خوله کوي دا د طالبانو اداده چې کوي یعنې دی ځان ته حق ورکوي چې وایي زمش دشمن زمش خبره او دغه سیمه دی وسول امریکا نن طالبان ته ډیر غټ مقام ورکړي هغه ارتباطات او اړیکې چې طالبان او د افغانستان امریکا د حکومت درمن وجود دي د افغانستان د حکومت د امریکا درمن وجود نه دي د امریکا د افغانستان حکومت یک فاسد حکومت دی تاسو وینئ چې دغه وزیران چې ټاکل کیږي ګرد د اکازو د مامازو د خپل تنظیم نه پر د خپل حزب نه پر تقریبا د درې مشکيري د عبدالله پټین کې جنگونه چې دی وزیران ټاکي د د کارزی پټین کې عین خبرې دي دا وزیران چې ټاکل شوی دي یو نه مسلکی دي نه یو بادانش دي نه یو د افغانستان په درخ لري تاسو موږ وزیران د هي دیموکراسي او د شی داوود خان په کابینه کې وګوري هغه اشخاص او افراد چې مشران او ډاکټران او پوهان او ملي منافع ته وفادار و دا وزیران چې زه وینم دا والله کې اکثره ملي منافع ته وفادار نه دي دي اکثره د خپل شخصي منافع په ګټه کې پکې ساکي دي دا بل خبر ده دا سه مشکلات موږ لرو او دا چې بیا اوس بیا دې راځي وزیران دغه د هر ولایت لپاره یو والی ټاکي او د والی خو دې ستا والیان تاسو ګوري والیان په د مصلحت په حساب سره دي نه د دانش نه د فهم او بیا هر والی لپاره بیا یو شزه ټاکي د ماوین په توګه سره ماته نن یو چا وویل چې د کندهار لپاره هم دی یو ګران خو چې زو سره د نږدې پیژنم شو کړی اڅکزی چې د اسمت مسلم مرحوم اسمت مسلم لور ده او دا یو بدانیش شزه ده زه په دې خبر یم پیژنم او شهر شزه ده په مسایلو کې وارد ده دا د کندهار د ولایت د والی د مرستیال په توګه سره ټاکل شوی ده کدا اس خانمانی دغه مرمنې و ټاکل شي دا ښه خبره ده دا پوه شزه ده تحصیل کرده شزه ده په امریکا کې تحصیل کړی دی د کندهار خلګې پیژنې د مرحوم اسمت مسلم لور ده
نو دا څه خبرې دا مې واورېدل نن چې دا د کندهار د والي د مرستیالې په توګه پیشنهاد شوې ده حتی زما نظر یې وغوښتې ده چې دغه ستاسې په نظر دا څنګه ده ما خپل مثبت نظر ورکوي چې دا حتی د ولایت حق لري چې باید والي سي دا مې بله خبره ده ستا د سوال په جواب کې خو د والي معاون دا باید بولي حتما ښځې وي دا خپله زه نه پوهېږم چې ولې دغه دا اوس د حقوقو د ښځو دی برابروي چې دا د ښځو حقوق برابر شول په دې خو د ښځو حقوق نه برابرېږي دلته ماته ځینې دوستان فیسبوک کې هم ځینې تبصرې کوي او ځینې غواړي چې دغه وکړي نظرونه راکوي او غواړي زما نظر وغواړي خو دا نظرونه زور کومه وای دلته یو خانه ملکې مریم جان صالح کوالان ښځې معاونین ولري نو باید اول ولسمشران هم یوه زنانه معاونه ولري رښتیا وایي بېخي معقوله ولې موږ د جمهور رئیس معاونه ښځه نه ده ځکه چې د جمهور رئیس انتخابات چې کېږي جمهور رئیس هغه د معاملې په حساب سره کېږي هلته درې ټیمونه سره یوځای کېږي یو هلته بیا دې ښځې نه لري دوی کوښښ کوي چې خپل زامن خپل مشران اوس دانش د دانش ښځه که معاون د رئیس جمهور سي یا د امرالله صالح میرمن خپل ځان باندې د خپل ځای باندې راولي د اشرف غني معاونه کې بیا خبره ده دا هم یو دوی غواړي چې د افغانستان حکومت د امریکا د حکومت پر کم جوړ کړي چې هلته د ښځو ته ډېر برخه ورکړل شوې ده الته شیزه کراغل دي د دانشو د پام په حساب سره لګی دي نن چا په فیسبوک کې په شوخی نشته کده بود چې اماوینه والی هم کې کولګي دخترای مقبول دخترای جوان است د اون یک زنی پیر نیست او اکثر شند دانش په هم نه دره یعنی مثلا د تر از افغانستان بله سلام علیکم صدای شما د خط از مهربانی غاب نمی زنین بله سلام علیکم مهربانی کنید سب غاب نمی زنین بارتر چیم اینمی دوستا بایز دوستا زنگ می زنین بارتر چیم خدا مشکل است پا افغانستان که طول شان پا معاملو روان جی اغا امیدونه هغا هیلی چی مرش دلود لیلی دا افغان ملت دلود لیلی چی پا افغانستان که با دا بون دا کنفرانس روست امریکا رازی طالبان به دې دړې وړې کوي طالبان به دې عملې کوي طالبان به د منځه وړي یو ملي حکومت به منځته راځي ملي اشخاصو ملي افراد به منځته راځي متاسفانه دغه ارمان موږ سره نه سو دغه مشکلات وینو دا خبرې شته په افغانستان کې تنظیمونه حزبونه ګروپونه هر یو د خپل ځان په کیسه کې دی د خپل تنظیم په کیسه کې دی د خپل قوم په کیسه کې دی د خپل ژبې په کیسه کې دی تاسو وګورئ په دغه حکومت کې دغه درشي دوستان دوه درې نفر راغلي چې داسې کسان دي چې یوې ولاکه د خبرې زده وي حتی ما واورېدل د نور په مصابه کې چې محمود کرزی د اقتصاد د کور جوړولو وزیر سوی دی دا عطامد نور پیشنهاد کړی دی دوی ویلي چې زه ما کرزی واروستې وو اشرف غني ته او خواهش مې ځیر وکړ چې دا د لوی کندهار د په نمایندګۍ دغه سړی ته وزیر کړه مش په کندهار کې ډېر ښه خلک لرو زه کرزی زما اشنای دی دوست مې دی زه دغه نه پلرمه ولې په هغه دوسیه لري د اکثره وزیران تاسو وګورئ چې وڅېړي دی اکثره دوسیه لري د اکثره څانوالۍ ته معرفي سوي دي د مثال په توګه رشید دوستم یو جنایي دوسیه لري اشرف غني ته مارشالي ورکوي دا افغانانو په زخمونو باندې دی مالګې پاشي اشرف غني د لپاره چې دی څو موده نور هم په حکومت کې پاتې سي د افغانستان رئیس جمهور یو دی عیش نوش وکړي چرچی وکړي ټول سره معاملې کوي کله چې دوره ختمه کېږي بیا به امریکا ته راځي دلی به په امریکا کې ناستي زما پیشنهاد دا دی هر څوک چې د افغانستان جمهور رئیس کېږي باید د افغانستان کې ژوند وکړي په افغانستان کې نه په امریکا کې حتی معاونین یې حتی وزیران یې دا ډېره غلطه ده چې موږ د امریکا او د اروپا څخه خلک بیا هلته وزیران کوو او هلته چې ولاړله پیسې ټولې کړي رشوت واخلي اختلاس وکړي بیا چې کله چې څارنوالۍ ته معرفي کېږي بیا داسې امریکا ته راوتښتي اروپا ته راوتښتي پیسې د ځان سره راوړي داسې خیانتونه همدې موږ ولیدل وینو یې ما پرون د وکیل خبرې واورېدلې چې ویل موږ د جپسه د تابعیتاته رایه نه ورکوو حق لري باید یې ورنه کړي السلام علیکم سلام احترام خدمت شما برادر تقدیم میدارم و علیکم سلام مهربانی سلام خدمت بیننده ها برادر بزرگوار شما نظرات شما محبوب صحبت ها کردی فلا با کی فلا با اشخاص که از طرف اجنبی ها برای ما شما انتخاب میشن
سلا که با اشخاصی که مناسب ما یاد بودستن تروریستا، ما اونا را با اونا چی از ضرورت داریم با سلا با اونا بریم؟ اونا چی سلا در افغانستان با ما چی پیام را میارن؟ ما چرا انوز مملکت ما در اشغال می باشم؟ انوز مملکت ما وقتی که سلا با طالب نکنیم یعنی چی معنا؟ مردم امون شکلی که جوش پلای شما دیدین که تمام مردم همون یه درکت کردن بسیار مسلحانه و بسیار با منطقی و شیاد آمدن سیستم تغییر دادن. اما چرا مردم ما اقدر یکی مت نمی کنن چیزی که قرآن خواستد شد؟ یکی مت کنن، یک درکت کنن، این مادر مریض به خدا که در حالت نرسن، این مادر رجال بتن از چنگال شیر فرنگینا، بعدا خدا هم می روان است یک سیستم شود که افغانستان از چنگال اجغال اینا خلاص شود. اگه این سلا ما این سلا فکر میکنم که این سلا سلا اجغال است، این سلا چی کنید سمچری ما یک شد سلا میکنیم باید اجدارا یا شغالا این سلا بقیه من این چی کنم مفهوم نداره. بازم یک جان ممنون مکنم، تشکر، زنده باشید. تفاق با سلا ندارم، ممیشه بر افغانستان یک خیلی میکنم. تشکر، یک جان ممنون. مشکل ما است کشکی طالبان تنها آدم کش و جنایتکار و خاین میبودن، بس هیچ کس در مقابل از حکومت سر به نظر بولیم. حکومت ما حکومت خائن و مفسد است. شما ببینید که یک والی به نام عطا محمد نور تنها یک ساعت سه $35,000 است. این خیانت شما ببینید. اولادایش فامیلایش در اروپا و در دبی و در کجا و کجا زندگی میکنه. امیال در بین جمعیت اسلامی سر مسائل پولی و مسائل جنگ است. در بین حزب اسلامی ما متوری گپ است. ما در افغانستان چندین مشکل داریم. ما که سلا میکنیم مجبور هستیم، اگر نکنیم خیلی جنگ دوام میکنه. اشخاص و افراد که شما در قدرت میبینین در افغانستان میبینین، اونا هم آدم هایی نیستن که کلگه بر منافع افغانستان اونا وفادار باشه. اکثرتشان در پارلمان جاسوسای ایران است، جاسوسای پاکستان است، در مقابله ما وزیرا را میشناسیم که اونا جاسوس پاکستان و ایران است. ما یک طریق ترکیب داریم در افغانستان. کاش که ما امی مسائل مشکلات نداشتیم، بعضی هیچ وقت ما نمیدونم سولا نکنیم و دیگه چاره نداریم. طالبان روز بروز حملات خود شدید میکنه و حکومت توان نداره، امریکا توان نداره. اون امریکا عزیز شد به طالبان سولا بکنه، طاقتش ناورد. امریکا دکسه از اینید که در افغانستان کی حکومت میکنه؟ طالب حکومت میکنه، رشکال حکومت میکنه، رشدار حکومت میکنه. و منافع خود نظر میگیره. در هر حکومت، در هر شخص که منافع امریکا با دست آمد، امون را به قدرت میرسانه. یک روز منافعش در کرزی بود، امروز در منافعش در چند روز پیش در اشرف غنی بود. علی منافع خود در طالبان میبینه. وعده هایی که طالبان با امریکا کرده، امریکا خوش است. و وعده هایی که عبدالله و جمعیت و اسلامی و دوستم و پلانی با طالبان کده، با امریکا کده بود، نتانسته که از بودهش برای امریکا. دیدن که 120 میلیون دلاری امریکا در جیب امی جنگ سالاره رفتن، پولی که برای ملت افغانستان تخصیص داده شده بودن. این خیانتی بسیار بزرگ است. شما با اولادای وکیلار میبینین که در شهرها و در قصبات توفکای کلان دست شستن، فیرای اوائی میکنه. هیچ که مشکل افغانستان تنها طالب می بود، اینمی تو خیانه هم دو قدرت داریم. این را هم باید نظر بگیرین. دو حکومت فیلی کسای است که در جنگ های کابل داخل بوده، کابل بروی دیگه چپا کردن. امروز وزیر است، سفیر است، صدراعظم است، رئیس سرای صلح است. این اشخاص هم همینطور اشخاص بوده. سبا اگر صحنه تغییر می خوره، همین اشخاص پس تا کوبالا می شه، باز همونطور قرار می کنه، باز ریشای خود دراز می مانه. وقتی در قدرت میرسه پس ریشکل میکنه مثل مور یک نکتایی میزنه. تنها امو شکلش تغییر کرده. دیگه امو جنایت کار است. رشید دوستم امو گلم جمع است. امو جنایت کار است. منتها ریش خود کل کنه و بصفت مارشال در افغانستان میه. درد ما از یک طرف نیست. درد ما از هر طرف است. از هر تنظیم است. از هر زمان. به قضاوتی بکنیم کلی. نبو احساس قوم و زبان و محل و سمت. ما در افغانستان فقط 200 فامیل است که افغانستان گروگان گرفته. این تنها با یک قوم و با یک زبان و با یک ملت مربوط نیست. از هر قوم و از هر قبیله است. فقط 200 فامیل است. اینا پولای امریکا را می دوزه. منافی جهان غرب به جبه خود می پرته. تا
تاکي امي 200 ميل از افغانستان گمنه شوه در افغانستان امي حالت است. دوستان عزيز محترم ما ز خوش کوم چې راتلین کې اوته کې یو یو نیم ساعت برنامه نور هم اضافه کما او غواړم چې دغه برنامه دغه پروگرام د پاله کتاسي علاقه لري یو فنډریزینګ وکما تنه دا خبرونه د حق پاک لګر چې ما سره دوستان هر هفته یو چیک را لیږي او کومک را لیږي دا اوس دا اخیری کومک د قیام صاحبو ما سره وعده کړو چې راځي فکر کوم دا برنامه نو کې وزن نه دله د اوس دا برنامه نه ویني خبرونه نه ویني خو ان شاء الله په راتلونکي هفته کې بیا د خیر د سره تماس ونیسم. ما بیشتر عرض کردم که ولایت پنشیر امروز در افغانستان امنترین ولایت افغانستان است. اونجا جنگ نیست، جدل نیست و اکثر مردم از ولایت کابل میره به پنشیر تفریح میکنه. دی اواخر ولس پنشیر یا مردم پنشیر از پولیس خواهش کرده که هیچ زن بدون محرم داخل پنشیر نشوه. مثال افراد و اشخاص همونطور قرار میکدن و دیگه ای که باید سامانه موسیقی و آلات موسیقی داخل ولایت پنشیر نشوه و اونا میخواه که همو حیثیت پنشیر نگاه کنه به صفت یک منطقه امن و به منطقه پاک و منطقه صفا. و امروز که از اخبار میشنویم که ولایت پنشیر واقعا یک منطقه بسیار میگه با امن است و با نظم است و با دیسپلین است. امید است که یک روز ما بتانیم که تمام افغانستان همونطور یک نظم و دیسپلین داشته باشیم. ما نمیگم که امی یک والی خوب داره یا یک منطقه از نظر استراتژیکی یک منطقه خوب است. خب هر ترتیب امروز مردم پنشیر توانسته که منطقه خودم از نظر امن، از نظر طبیعت، از نظر تعمیر آباد کنه و در امن و صفا زندگی کنه. دا یه بل خبره. بل خبره دا دی چې زما سره خیر چا پوښتنه کړې ول د اپوزیسیون څه معنا لري. اپوزیسیون په خپله یو انګلیسي لغت فکر کوم دا ضد یا مقابل طرف. مقابل طرف یې زه فکر کوم چې دا په ډیموکراتیکو هیوادونو کې په ډیموکراتیکو نظامونو کې دا شی همیشه مطرح وي. دا خبره وي کله چې حکومت وي دغه مقابل کې یو اپوزیسیون هم وجود ولري. داسې فکر کېدی چې اشرف غني به رئیس جمهور کېږي دغه مخالف ډله چې هغه په هغه وخت کې په قدرت کې وه یعنې رایې ډېرې وړې وې هغه به په اپوزیسیون کې ډاکتر عبدالله پاتې کېږي د حکومت څخه به څارنه کوي د حکومت منفي شیان به انتقادوي. خو دا کار ونه سو. عبدالله د اشرف غني ریاست ونه مني او ځان یې خپله هم د انتخاباتو وړونکی اعلان کوي. نو په همدغه حساب سره بیا دغه د اپوزیسیون خبره خلاص وله. موږ په د افغانستان په د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په پارلمان کې اپوزیسیون درلودی د حکومت په مقابل کې عین په د هی ډیموکراسۍ کې په پارلمان کې دغه ببره کارمل و ډاکټر حفیظ الله امین و حتی عزالله واصفي و د پاش یوسفي دا ځینې خلک و چې په هغه کې د اپوزیسیون په نامه سره یې جدل. بله السلام علیکم. تکی سب سلام علیکم سر. علی حسن سلام علیکم. څنګه سب سر سب برنامه مې څنګه وخت شروع شول ول پروا نه کینو. بس یو دې کی خبرې وکړم علی حسن مېر باندې وکي. او تشکر سر تشکر. ان شاء الله د فندزم په قسمت کې بیا ستاسو سره تماس هم نیسم. او بلاوته ان شاء الله تعالی برنامه پر لسنی بجې شروع کوم. نو دغه تماس دغه دی چې په مقصد دوستان خبر کړي چې دا بل هفته کې به خپل ځانونه آماده وسازي کریډ کارتونه په دې کې تیار کړي دي چې کومک وکړي د برنامې سره. او صحیح وایي سر زه بیا ستاسو سره تماس هم نیسم ټلیفون یې. صحیح دی صحیح دی. نو دغه دی د سیاسي موضوعاتو په ارتباط سره دا ووایم چې هغه نفر چې د منسوتا څخه ټلیفون کړی و سوال یې ښه پر ځای وکړي ممتاز یې توضیح ورکوم. او هغه دا دی چې دا طالبان خو امریکایان ته ویلي چې زه ستاسو په منافع باندې د دې وروسته تعرض نه کوم. نه بله بله. او بیا یې دا ورته ویلي که د افغانستان په دولت باندې زه تعرض وکړم هغه خو نو پروا نه کوي. تر حاله چې دا د افغانستان دولت هم د امریکا منافع دي. دا بله بله بله. د امریکایان د خاصه بوټېږي د امریکا د خوا نسپي صاحب اکسیجن پایپې د امریکا په لاس دی ګرسره. بله. نو صاحب څنګه یې بیا د دې اجازه ورکړې ده چې ته هلته حملې کوه
خپل په موبایل کې سره وژنې تاسو افغانان او زبر ته ګورم او دغه ټایم ټیبل زه چې وخت هم غواړم چې په دې باندې فکر وکړم چې بیا څه وخت زه عسکر وباسم. دا هیڅ نه منطقي بحث نه دی صاحب چې دوی خاصه محترم دا خو امریکا ما مخکې ول امریکا خپل منافع لري په افغانستان کې په منطقه کې په سیمه کې دا زموږ ساسي افغانان باید به ته متوجه شو ودا نقطې ته چې ولې موږ د امریکا د ګټو قربانیان شو. امریکا را ولر طالبان سره سوله وکړه ادي جنگ نه سره کوي ولې موږ افغانان خپل ملک یو د بل سره وژنو. وتغه قسمت دی په شبه چې دا تراژیدي په دې قسمت کې زیاتیږي او دا خپل اوج ته رسیدلی ده چې افغان را ولاړېږي افغان وژنې او د امریکا د منافعو د پاره صاحب خپل حمایت اعلانوي. بله در حال چې په واقعیت کې موږ تاسو متمرکز شو دې نقطې ته د افغانستان دولت د امریکا د منافعو یو جز دی. ده بله 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 بیخی بالکل دغه شنه ریحه صاحب محترم امریکای صاحب خپل افغان وژنې کعبه د پیسو په خاطر تللی دی هلته او کداغه یو بل ملي احساس لري یا نه لري خو په هر صورت هر څنګه چې توجه کوئ منتها دغه دغه حملات په دې کې یو ډراما یو ډېر زیات یو شیطاني یو هدف موجود دی. بالکل 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 خیر دې تشکر اتمن اتمن ان شاء الله بلا وقت لسیم بجے بس منتظر هم د خیر سره بس داس یو غټ شکر اول دی حساب تخ بیس دار سره سلام علیکم کی په شه دار او سره دې هم تاسو به ساسره تماس یوه دی وسه پېژما پات ګردم منظم مختلاش دا دې قیام صاحب وعده وکړه هغه وعده باندې په اورز وفا وکړه ژوند دی وسه قیام صاحب ما دا سم لګري په کاټ چې دا وعده وکي بیا نو په وعده باندې د سیو په وکي ما خپل د دغه سم واستوې مسکنیار صاحب د پاره صاحب چې تاسو پر نامه او د هغه باسي پر نامه دا په مجموع کې د دیرش نفر چې موږ وعده کړې وې د دیرش نفر پوره شي و تاسو دا سم کوي چې تی وی خو ته کش کې هغه بلې خو ته کش کې هغه ار یو د خپل برنامه نه زه د دواړو دا دیش نفر چې موږ ویل دي دا ګرد احتواقي چې دا هدف مشخص چې موږ لرو چې دانشمندان د 3 درې ساعت تشکر راولو دا باید موږ دا چې دی ریحا صاحب چې موږ هر یو خپل برنامه لرو خپل استقلالیت لرو زما برنامه په ماډل لري مصرف زور کومه کته زما برنامه کومه کې د مصرف کومه کې کې مسکینار صاحب سره وکړي هغه د مسکینار صاحب سره وکړي اباسی صاحب جناب اباسی صاحب خپل برنامه لري نو ته په یو ټاک باندې درې کسه مسره دغه کوه دا او فلې دا دوستان خلونه دي راکي به تر چې به هم کوجه ودان دا مسکینار صاحب سره چې خوشاله یم مننه مسکینار صاحب سره ګور سره لا مې ټوک وکړ ما شنا یې مهرباني سلام علیکم. السلام علیکم آقای اوتکی صاحب خوب هستین صاحب؟ السلام علیکم آقای ام بسیار دوستی نامی دیادم میره بسیار خوب هستین صاحب از اینجا نسینی از اینجا نکنگ تشکر ما لازم نیست صاحب ما رو به اکتداد هستم مثل آقای کیوانو نه دوست که گوش کنگی نامه کسی را نگی بیادر ما شما یک دیگر ایترام داریم نه خب یک پروگرام دیگر پنج سال هست مسلسل میان مردم دشتان میزنه نام خدا نمیگه او هم بسیار پرابلم داره من رایش او کی هست؟ بازم برو و پروگرام آقای خطاب نام خدا نمیگه نه کلی مردم دو میزنه خطاب هم طرفداریش هم میکنه خب خطاب باسته بیادر ای پر هست ای یک تلویزیون علیده یک پروگرام علیده یک شخص علیده یک همه چیزا بیخی مستقل هسته در اینجا شما چیزی میگین بگوین سید در مطبوعات صاحب یک وقتی باز ما خواهش میشد در جواندون بود روزنامه اسلاوانیس یک خط که نوشته میکرد میگو از کسانی که از ذکر نامشان خودداری میشه ما از نشر نامشان معذرت میخواهیم یک نام باید آدم داشته باشه مثلا حالا یک آدم نیم ساعت پیش یک گپ خوب و خراب گفته حالا یک نام دروغ بگه گل محمد امیر محمد جان محمد بگویم جان محمد بسیار خوب گپ زد این ضرور است در مطبوعات خوب هر صورت ما صاحب میگه زور قالب نداره رئیس شورای صلح وظیفه ای که در قانون اساسی افغانستان اصلا موجود نیست نیست کابینه رو این شخص تعیین کرده با کابینه دکتر عبدالله اگه شما نظر اندازی شوه صاحب از خیرخانه تا مزار همه شفق کل شمالی تلواله دوزده و رمزانون چی نکنین همونطور عام گپ بزنین عام گپ میزنون صاحب شما ببینین من چیزی که میگم بعدا سندش هم میتونم تمام دزدای تاریخی کلکان که در تاریخ نوشته شده بوده ایده ما جور نکنیم گلمجما و ملیشه های خامکله جاوجان از غزنی تا فران نیمروز میمنه هرات بادغیس قلعینه و قندهار
یک نفر از این قوم وجود نداره صاحب. یک نفر من سارم هست که رو ما میشناسم به نام قاچاقبره. کابینه اشرف غنی کلی صاحب از طالبا و پاکستان و کوچه ها همچنانه که ترکی چوپان صاحب از عرض جنازهش بیرون کردیم. این مردم کوچی رو صاحب ما باید صاحب از عرض بیرون بندازیم. اینا بیرحمترین ظالمترین قشر جهان هستن. انسان های بیگناه رو در دوران زارشا برای از اینا در بیابان ها بنامه کوچی میرفتن پیش روی سگ خواهشی خود میانداختن تا شکم از روز سیر کنن به خدا یا قبرار میشکفتن. تشکر شما بخیر موضوع را قومی و چیزا میسازی همه مسائل ما میخو لعنت خدا به کوچی صاحب کوچی کوچیگری خدا بکنه دیگه یه قوم نیست صاحب یا با نام کوچی با مانا یک آدم بیخانه نه شما دیگه با یک قوم به یک قوم نه نه شما با یک قوم توهین میکنی بیادر کوچی مردم افغانستان هست در افغانستان زندگی داره در پارلمان وکیل داره یک تبه میری در شمال میری کلی مردم شمال و دوزو چی میگی باز میری در جمسیق ما شما رو بسر اچرام داشتم شما رو وعده کده بودی که در پروگرام ما یو ترگپار نمیگید اقوام دو نمیزنی نامی اقوام نمیگیری ما همه گی برادر استیم اینمی اگر ما این مسئله مطرح میکنیم بس پس با مو چی میری پیدایش چیسته چی میدهش اینجا میتیم یک تبه از پنشیر شروع میکنیم یک پنشیر رو خوب نمیگی باز میای در جنوب میای او را اینمی قرار ما خوش ندارم برادر اگر در برنامه میای خواهش میکنم بیاین گپای بزنین که بدر اگر ما گپای خوب میزنیم من تا یک دفعه میری که من نمیفهم که نرمال می باشی یا نشه می باشی یا چطور بیش آدم چی نمی کنه نمیفهم که امیتور چیزا میشه دیگه بولا اما دوست دارم برادری ماسی ولی ای خب از اینجا بسیار مردمه کوچی همی برنامه را میشنوا بسیار برادری پنشری همی برنامه را میشنوا ما میخوایم که یک ملت واحد شویم همی مسائل کوچی و کنداری و قابلی و تاجک و پشتونی که پراز بیم همی زمان را خراب کردم ما خودم سر کابینه انتقاد کردم ولی به این شکل نیه ما خودم از حکومت راضی نیستم ما خودم از اشرف غنی راضی نیستم ما خودم از عبدالله راضی نیستم نه تنها من نه هم افغان ها خارج و داخل و ما چی برمغان آورده ما به کجا روان هستیم چرا امروز ما منتظر چه محتاج طالب میشدیم چرا امریکا امروز با طالب گپ میزد خود ناکامی حکومت است ناکامی اما افراد و اشخاص که در رژیم است در نظام است اونا فقط در کسی پولو در رئیس است ما بیشتر سر اپوزیسیون گپ میزدیم ما در بخش زهیر خان در ولسی جرگه یک اپوزیسیون داشتیم اونجا افراد چپ و راست با هم یک جای شده بود تقریبا 25 نفر بوده که در مقابل حکومت یک بوجس همو ببر کارمل بود و حفیظ لامین بود و دکتر نینای تایر عجیب زاد بود و عزولای واسفی مرحوم خدا و باشیشه یک مرحوم پاس یوسفی اینا همه سی زایر وکیل شکردارا اینا میچن علامه فرهاد اینا اشخاص بودن بعضیشن مسلمان و طرف راست بوده جگه بس چپی ها بوده ولی در مجموع همی کارای حکومت رو انتقاد میکردن هر سید رازم که میامدن در ابو وقت که بود سید رازم امرای وزیرا یک جای میامدن و یک تفیه رای میدن این بود که هر وزیر بیا برای هر وزیر علیده خطیبه شد تقدیم کنه تنا سید رازم خطیبه شد حکومت تقدیم میکرد باز در مجموع وکیلا رای علنی بود تو سندقم نیامند رای علنی بود دو وقت ما دو وقت دو رئیس ولسی جرگه داشتیم یک دکتر زایر بود یک مرحوم دکتر عمر بود این اشخاصی بودن که واقعا اشخاصی بودن که دکتر بودن آدمای پاک بودن به منافع افغانستان و پادر بودن تبالی در تاریخ نامه زنده است خب آرتر چی امید است چی یعنی برادر عزیز ما ننشد میره عظیم جان خپه نشوی ولی خپه میسازی شما مردم خپه میسازی همیاد مردم مرد ممکن برنامه مرا بد بگوی شما کلو اقوام دو میزنی و نام خدای تو بچه یاد داری که همونطور از یک طرف شروع میکنی بس یک طرف چی بگویی دیگه بار ترچیب ما نمیخواستم شما را قطع کنم ولی نمیخواییم که دیگه برنامه همونطور مسائل مطرح شوه ای صدای مردم است نه صدای همونطور گپا بار ترچیب خب باز هم میگم بخیر باز هم میگم که هفته آینده بخیر برنامه ما از ساعت 2:30 شروع میشه برای یک نیم ساعت دوام میکنه و هدف ما همی همیسته که اگر این برنامه میتنیم که انکشاف بیتیم یک کمی پول به دست بیاریم ضرورت داریم واقعا ضرورت داریم استودیو ضرورت داره تلویزیون ضرورت داره دا سراغونه و دا کامرا و دا شان دا طول مصرف کار لدی نو که چیر دا برنامه ستاش خوش ده دا اوس ما برنامه تقریبا یو نیم ساعت وزن دله ما تقریبا سل مسیج را تراله که برنامه چه وقت شروع شده برنامه چه وقت چرا تال خورد به یک قسم بیان لازه که شما علاقه دارین به برنامه ما درست پن بزمیرا ما نمیخوایم که همیشه بگویم منتها ما هفته آینده منتظر تلفنای شما هستم که به این برنامه
اشتراک کنی. یو بل خبره چې دا فکر کوم چې په اریانا افغانستان تلویزیون کې نور نوی برنامه او نوی خبرونه شروع کیږي. یک برنامه کې مینا میخای کی بعضی جوانای کی از فاکولته او پونتون فارغ میشه او نه د اینجا معرفي شوه سابقهش معرفي شوه اکسش نشر شوه یعنی میتونه یک برنامه دی استودیو او د استودیو مرکزی در نظر استه همدا ډول په دلته په دغه استودیو کې نمره هغه نمرېشن یعنی می نمره د استودیو می اندازیم که څوک غواړي چې په دغه برنامه کې اشتراک وکړي برخه واخلي لطفاً تاسو خپل زنګ ووهئ سبچینه مکوئ په دغه برنامه کې اشتراک وکړي دا ستاسې د معرفي دپاره ستاسې د پیژندګلوي دپاره یو غټ کومک دی ستاسې تحصیل ستاسې زده کړه ستاسې دانش به ټوله د تلویزیون له لارې څخه ټوله دنیا ته معرفي سي دا تلویزیون ډېر خلک ګوري په نړۍ کې په ټوله دنیا کې ګوري دا اوس ما سره فیسبوک تقریبا په زرونو کسه ملګري دي او دا بیا شیر کیږي ملګري شیروي نو داسې خبرې دي چې که غواړي چې د خپل دانش او پوهه د نورو دوستانو سره شریک کړي فکر کوم دغه ښه لار ده چې دغه نوې خپرونه چې شروع کیږي د په دغه برنامه کې ګټه برخه واخلي. بله خبره چې مستاسې سره کوله هغه غواړم چې خبرې خو نو ډېرې دي نو امید دی چې په افغانستان کې هر څه ژر د سولې لپاره تلاشونه نتیجه ورکړي. زه خپله د سولې طرفدار یم خو طالب شه یا بد خراب یا هرکم چې دی اوس دغه شرایط راغلي دي که سوله ونه کړو جنګ دوام کوي بله لار نه لرو بل آپشن بل انتخاب نه لرو باید یو څه وسي باید یو دغه اوسني حالت څخه موږ ځانونه راوباسو. دغه حالت د افغانستان په ګټه نه دی د خلکو په ګټه نه دی د وطن په ګټه نه دی زموږ وطن به تر څو پورې دغسې په اور کې سوځي. زموږ د وطن په شان په هېڅ ځای کې داسې یو بل هېواد نشته د هېڅ دنیا کې هېڅ جنګ دومره نه دی اوږد شوی. دغه د کرونا موضوع بیا زموږ خلک نور بدر بدره کړي دي یعنی زموږ خلک د زړسوي وړ دي والا د ژړا وړ دي ډېر بېچاره ملت لرو ډېر بېچاره ملت دي د دې ملت لپاره باید موږ اواز پورته کړو باید کار وکړو. دغه اوسنی حکومت په هېڅ درد نه خوري دا حکومت ډېر ناکام حکومت دی دا ډېر فاسد حکومت دی دا د معاملو حکومت دی. دا زه په دې انتقاد کوم زه ډېر معذرت غواړم چې ما یو وخت د اشرف غني طرفداري کوله کمپاین مې ورته کاوه مګر اوس چې زه کارونه زه ګورم ټوله معاملې چې تاسو دا کابینه وګورئ دا وزیران وګورئ دا والا که زه څه ووایم نو ډېر انتقاد مې وکړي زموږ وزیران درلودل موږ مشران درلودل موږ متخصصین درلودل هغه ګرده اوس نشته اوس موږ په افغانستان کې ډېر کدرونه لرو نوشته مې کړه کې والی جدید انتخاب شودن هغه په داسې حال کې کې والی کندر والی هلمند میشه والی هلمند والی زابل میشه اچاره جدید د کجاسته یا والی ننګرهار به اسې معاونې وزیر دفاع وزیر داخله را به صفت والی یک ولایت او آدم هم خوش است که از وزارت داخله میره به یک ولایت بس بعد فیسبوک رو انداختم یک کسی گفت نوشته کده بود که پیسه در چی بسار است در ولایت زیاد است این رو بسره پول و درائی است رشوت است بعضی پوستار رو میخره ایتا نه در نه در تیم عبدالله هم ترگه پاسته در تیم همی کسایی که چی معرفی میکنه همی اشرف غنی معینی گه پاسته کلی که بسار معامله است ما چکه انتقاد کنیم چکه بد بگیم بیخی ولا دانو بیخی زمرد پاره دغه بیخی وسن شرمی رو چې دغه دون انتقاد کوو ولې مجبور یو چې باید आवाज وباسو د زړه आवाज وباسو خلک راویش کو د خلکو فکرونو روښانه کو د زمرد وظیفه ده د وظیفه بولم دغه چې چې دلته راځم زما بل هدف نه دی دغه ستای ستزاری کومه نلواچ کومه چې ما سره کومه کوي دا برنامه یو نو کې په شو ودرېږي هدف دا دی چې یو اواز یو ژخ شو د دغه تلویزیون له لارې څخه اواز پورته کړو دا بهترینه وسیله ده که دا تلویزیون دی که هر تلویزیون چې دغسې ملي کارونه کوي کومک یې کوي مهمه نه ده چې زما سره کومه کوي دا تلویزیون سره یو نفر نهسي کولی دا کارونه وکړي. زه به دا فیسبوک ته میلاړ شم د دوستان ډېر په فیسبوک کې بله خانم زرفشان تاجر سمدی میگه آقای وقتی که سلام راستی واقعا تر میگوید پروگرام علی در ممنونی شما زرفشان جان سمدی همچنان محمد شریف میگه دوستا بسیار زیاد کامنت های بسیار خوب میته ما از همه دوستا خواهید تشکر میکنم
ولی دوستان زنگو میزنه خو اردو کار میکنه مهربانی کنید. سلام علیکم آقای اوتکی. سلام احترام خدمت شما و عزیزم میگسانم. تشکر از شما، تشکر از شما، ممنون از شما. زنده باشین. در قسمت از این که گفتین من کمپاین کردم برای آقای گناه شما نیست آقای اوتکی، برای شما، برای از این که شخصیت انسان ها را شناختن بسیار مشکل است. هر کسی که به نام یک قدرتمند توسط امریکا تعیین میشه و به افغانستان میره، یک چوکی بلند میگیره، اونا فروخته شده هستند. اونا از خود کدام اختیار و اراده ندارن، تمام پلانای ممالک خارجی را اونا تصدیق میکنن. بله. افسون و ما افغانا که از اول ما اجازه دادیم کمی ممالک خارجی بیاین و در مملکت ما اقدام به فعالیت کنن و بمبار بکنن هموطنهای ما را، و ما خوش بودیم که امریکا رفت افغانستان آزاد میتوند، در حالی که ما باید افغان میفهمیدیم که هیچ مملکت خارجی دوست ما نیست. امیال هم سر وقت از اگمی افغان ها سبزی وطن خود، نانچای وطن خود، میوه و ترکاری و گندم وطن خود بلندتر بدانن از این ممالک خارجی که در سر وقت از ما وطن خود میتونیم آباد کنیم. تشکر شما. تشکر بی بیخی ما کل است، بیخی ما امرای شما موافق هستم. همونطور است، آدم اشخاص و افراد نمیشناسه، نمیپاما دیگه ما همونطور است، همونطور است. تشکر بی بی از شما، همیشه شما اشتراک میکنین، گپای بسیار خوب میزنین، ما همراه شما بخیر موافق هستم. همیشه در پروگرام اشتراک کنین. شما اینجا یک دو نمره میبینین در سکرین تلویزیون، این نمره است که شما اگر همو پروگرامی که ما گفتم که تلویزیون آریانا افغانستان هم در استودیوی مرکزی که در لاس انجلس موقعیت داره، هم در استودیوی سان فرانسیسکو برنامه های نو میخواد که شروع کنه. یکی از برنامه ها معرفی چهره های جوان، چهره های که اینا از تحصیل و دانش برخوردار است، اونا معرفی میشه و بسیار بسیار خوب است، بسیار خوب است، یک ابتکاری بسیار خوب است، ابتکار که هر کس تقریبا آقای مسکینیار و آقای رسولزاده می کار کرده، قابل ابتکار است، قابل قبول است. بله سلام علیکم سر عزیز، بازیگام کپ میزنم، دوستا زنگ میزنم، مهربانی کنید. سلام علیکم سید. و علیکم سلام. سازه یو پختانه لرم او در سول پرتباط نو که احیانا در دولت طالبان سر سول وکی چه تقریبا سوان در خواهی کار بیروان ده، نو در افغانستان خلق و منتان شده معلوم ده، با خصوص در کم خلق چه پاتراف کیوسی که نه دوز اکثر که دوی بکشتین بیرق کتا کیو طور بیرق بپورده که نو در سول ها، یعنی مطلب هم اغیو شد یا تنزیوش کسان سر یا یو سل کسان سر وطی، نو تک پدی که دیتاسو نظر چشیده؟ تشکر. اون دا خونو ز سب مقصد پوسولم تا یبا ک یعنی سوله به طالبان سو کا سرا سی نور بغل دایش سی، یعنی تور بی رغب تبدیل سی و تو مخش سپن بی رغب سی تبدیل و تور بی رخت دا بیا هم د افغانستان په حکومت په درایت او د امریکا په پر اړه لري چې دې څومره کولای شي چې دغه 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 شی مخنیوي وکي، هغه کسان چې دې د بند خلاصي څوله کې هغه د پاره کار پیدا کوي، هغه بیا مجبور نه شي چې دې بیرته غلو ته وخیږي، جنگونه وکي. اکثر طالبان چې دې مجبور شوي هم دي، مقصد ګر ممکن ګر طالبان نه وي، حکومت د خلکو په کورو بمباردمان وکي، کورونه د خلکو د منځه یوړل، بے ګناه خلک بنجان کړل، د کورونه تلاشي کړل، د خلکو وتښتېدل و غرو ته وتښتېدل، بیا حکومت د طالبانو په نامه ونیوله. داسې کسان هم شته، ټوله کسان جنګ نه دي کړي. دا قندهار په دا جنوب کې امریکایانو ډېر بمونه واچول، حکومت ډېر بمونه واچول، د خلکو وروڼه خوندې پلرونه یې مړه کړل، هغه بیا خپلوان یې ګره طالبان شول، ولاړه غرو ته وختله، بیا وخت چې حکومت ونیوله هغه یې بنجان کړل. نو که چېرې بیا عینې کار کېږي، بیا این کار کیږي، دغه طالبانو بیا ګر دایش سي. زما پیشنهاد حکومت ته دادی چې باید د دې لپاره د اوس زمينه د کار برابر کړي، د ژوند برابر کړي، د دې اولاد لري کول لري مکتب برابر کړي، چې دې مجبور نسی چې وغرو ته وخیږي یا په طالب په دایش تبدیل سي. دا په امریکا اړه لري او په افغانستان په حکومت. خو دا د اوس پورې معلومه ده چې موږ سره کمی رژیم راولو، سره کمی تنظیم راولو، په دې باره کې درست کوي کارونه روان دي. زه به کوشش وکړم چې په راتلونکي خپرونه کې چې بله جمعه پر لاس باندې او دشتي کې، یعنی در مخه در هغه ماین وخت نیم ساعت مخه شروع کوم، او په هغه کې دوه هدف لرم. یو هدف دا دی چې ولر سبب پنځم کو، او بل بداوچ د دوستانو ته موکې ورکو چې دینه زرونه شریکي خبرې وکي،
دا به هم دا کار وکړه خیر سره. نو دا خبرې مخکې ما د دغه نوې برنامې خپرونې په هکله خبرې وکړې چې په دري ژبه اوس پښتون غواړم چې د آریانا افغانستان ټلویزیون غواړي چې په دواړو سټوډیوګانو کې داسې یو برنامه یو خپرونه جوړه کړي چې په هغه کې دغه ځوان نسل دغه نوي ځوانان د دې دانش د دې فهم معرفي سي عکسونه چاپ سي دا د سټوډیو ته را دعوت سي. دلته دغه د ټلویزیون کې دوه نمرې په سکرین پرتې دي چې یو 95 درې 51 شپږ نه ده او بلې د مرکزي سټوډیو نمره ده چې 94 29 80 فکر کوم چې یوه د هغه رسولزاده چې د دې سټوډیو رئیس دی په سان فرانسکو کې او یوه هم د مسکینیار صاحب نمره ده دغه مرکزي سټوډیو نمره ده. تاسو د هرې سټوډیو سره تماس ونیسئ د دې برنامه اشتراک ونین دې برنامه بلدی شما میخوره. دیگه فکر میکنم برنامه ما به آخر میرسه. یک تشکری خاص باز از آقای قیام میکنم که همین چه کاروان کده و دیگه انشالله هفته آینده برنامه ما از ساعت 9:30 شروع میشه که امرای شما باشم. در آخر باید همچنان از برادر عزیزم شاغلی زهیر رسولزاد و فریدون جان عبادی که در استودیو بسیار زحمت کشیده بسیار زیاد استودیو را بیخی پروفشنال ساخته، کمره های جدید، تلویزیونای خوب، بیخی آدم لذت میبره و آدم خوش آدم میه که دیگه تو یک استودیو برنامه داشته باشه. هم در گران او محترم رور شاغل مسکینیار صاحب سخه، هم در گران رور خوشحال جانی مسکینیار سخه مننه کوم چې دی تیر او تل تراغلی و دلی میلمانه و خود خپل استودیو خپل کور دی دلی په ګډه سره دغه ابتکارونه وکړه، دغه کارونه وکړه. د آریانا افغانستان تلویزیون د هر ورځې په چیرېدو سره نور هم په تخنیکي لحاظ، هم په نشراتي لحاظ مخ په وړاندې روان دی. ستاسو کومک، ستاسو ځکه شرایط ډېر سخت دي، شرایط ډېر سخت دي، اقتصادي مسایل ډېر سخت دي. نو دغه کومکونه بیخي زه ډېر کومکونه چې وخت کوم ولا شرمېږم، مګر دا زه د خپل ځان لپاره نه کوم، د خپل شخص د شخصي جیب لپاره نه کوم، د یو ایمیلي کار لپاره کوم، د یو اجتماعي کار لپاره کوم چې هغه زه بیا ویاړم په دې باندې چې موږ باید او تاسو څخه هیله کوم، جدي هیله کوم چې لږ یا ډېر مرسته وکړي د ټلویزیون سره، د دغه خبرونې سره، د هر خبرونې چې ستاسو د علاقې وړ ده، ستاسو د خوښې وړ ده، هغه سره کومک وکړي. حتماً نه ده زما نمره ده په ټلیفون کې، زما سیلرفون دی، هلته زنګ راووي که چیرې غواړي د کریډیټ کارډ لارې کومک وکړي. د مسکینیار صاحب مرکزي سټوډیو ته زنګ ووي، دغه ستاسو توجه غواړم. نو نور نو زه فکر کوم چې وخت پر مخ پر لاسه دو دی، دا چې لښه دا چې دا کې دې ملګری فیسبوک دې ملګری دې نو زه ولا نسم کولای. ان شاء الله بیا به ټول ته تماس ونیسم، کور مو دان په فیسبوک کې هم ویني. زما هیله دغه ده چې دا خبرونه تاسو خپل فیسبوکونه کې شریک کړئ، ګډ بیا ان شاء الله تعالی راتلونکي او تکساس په خدمت کې نور مونږ په لوی خدای مسپارم. تل دی افغانستان، تل دی د افغان واحد ملت، زنده باد افغانستان. به امید یک حکومت ملی، به امید یک صلح ملی، به امید ختم جنگ. لنان نزی برنامه ی خبرونه پای تر سوما در بل او چی پوری شزما خبرونه ممکن نیم ساعت در مخ شروع سی یا پر ننیم بجه پر لسیم بجه بنجه ساسی په خدمت کی بیمه. علامه مرسا، شپه او ورځ په خیر.